سه چهار دست باز فانه، روزی هر روز بتونی بازی کنی. تازه هفت از سر کار میایم دیگه خواه. این نمیرسیم. این ده آی چشام دیگه، آی این دیگه بعده اسپک الان اینجوری نیست. نه 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 اسپک اینجوری نیست. ببین این اینطوری نمیخرن دیگه با اسپکتر. الان میخوای اسپکتر بازی کنی، من میرم تو دمو هیرو، استارتینگ آیتمش این شکلیه. این دیگه اسکیتر، اصلا اسپکتر تو متا نبود، سگ پیک میکرد اسپکتر رو. اسکیتر یه کاری کرد فقط و فقط و فقط به خاطر استارتینگ آیتم، نه به خاطر هیچ چیز دیگه. هیرو همه چیش همونه، نه تلنتی عوض شده، نه آیتم بیلد جدیدی اومده براش، هیچی. فقط اومد لول یک چی خرید؟ خب 6 تا مانگو خرید با کویلین بلید. حالا بقیه هم میتونی برنج بگیری اینجوری. سم میگه 6 تا مانگو کویلین بلید. سم چرا اینجوری؟ اچ پی جنش چنده؟ 8 و 1. 8 و 1. خیلی خب، من اینا رو بندازم زمین تانگو بخورم. اچ پی جن هم 11 با تانگو. اچ پی جن من 11 بدون تانگو، اچ پی جنش 8 این. یعنی کلن یه 70% تانگو رو همیشه این داره. 80% تانگو، 80% هم بیشتر. آره نه 70-80% تانگو رو همیشه داره اینجوری. بعدم تو لاین خوبه دیگه، یکی تو برای چیزا یوز میکنی، تا مانگو ها رو میخوری، لستی تو میسته میدی. یعنی خب یک اسپکتر مانا خیلی زیاد میخواد. یعنی مثلا من اگه اینو بخوام الان این لست رو بخوام با یک بزنم، ببین چقدر مانا میره، نصفش رفت. دو تا بزنم مانام صفره. ولی خب ببین الان اینا رو دراب میکنم، یه مانگو میخورم پر میشم، یه یک دیگه دارم. این 6 تا لستی تو برات ایزی سکیور میکنه. تازه تو اگه خوب باشی مثلا با یه دونه یک دو تا لستیت بتونی بگیری، اچ پی اون یکی اون تام کم کنی، دو تا بگیری، مثلا هر یه دونه مانگو میتونه برات دو تا لستیت بسازه. کلی هم بهت اچ پی ریجن میده. یه تانگو هم بخوری اچ پیت میشه مثلا 15، اچ پی ریجنت میشه 15 با 6 تا مانگو تانگو. اسپکتر رو یه توضیح میدیم ببینم چیه. یک خوندم ولی خود زیاد دو اسپکتر دزولیتش. آره دزولیتش. اگه یارو تنها باشه و تو رنج 400 اش یار نداشته باشه، یار خودش، حالا چه کریپ چه هیرو، خب تو بهش 60 تا بونس دمیج میزنی و اینم پیوره، یعنی از آرمور و همه چیش رد میشه، رنده میکنی یارو. و این رو ایلوژن هم میگیره، هم رو ایلوژن شیشت میگیره، هم رو ایلوژن منتا میگیره، هم رو ایلوژن آقانیمت میگیره. یعنی ایلوژن اتکش شاید مثلا 60 تا دمیج بزنه، 60 تا فقط همین دزولیته میزنه چون پیوره و دمیجش با دمیج ایلوژن کم نمیشه، کامل میزنه این 60 تا رو. یعنی اصلا نها کن الان یه دونه انمی میذارم، خب لیول اپ. علاوه من اینا چجوری میزنم میبینی؟ بذار یه ذره مثلا پاور چارت بگیرم دستم، ببین چجوری میزنم اینو. خب حالا الان ببین چجوری میزنم، لیول دو کنم، دزولیت بگیرم، ببین چجوری میزنم با سه تا اتک مثلا اندازه 4-5 تا اتک اونجوری زدم. خب حالا همینو مثلا یارو فکر کن ونگارد داره، نمیدونم چه میدونم ازالت داره، آرمورش خیلی بالاست، نمیدونم خیلی فرس کن داره دیگه، جام هارت داره، یارو مثلا خیلی گاد. تو یه دونه منتا داشته باشی، خب یه منتا آقانیم داشته باشی، خب اینجوریه رو یارو. بذار اینم هم درست کنم. رو یارو وقتی یه دونه عینا یه دونه عینا میزنی، ببین چه جوری میجویش، دی چه جوری جویدش، تازه شیشا هم نزدم. ببین ایلوژن ها چه جوری میزننش، اینا ایلوژن ها. یارو ای سی هارت ونگارد داره، 2000 تا اچ پی داره به خاطر دزولیت. حالا همینو یه دونه یار میذارم بغلش، ببین چه جوری میشه دمیجت. این رسمن سرشو میخوری، کار خاصی نمیکنه، یه یار باشه. ولی این بره ببین چجوری میزنی، زیاد. یعنی کسایی که تنها هن تو مپ، کسایی که تنها هم تو مپ، وحشتناک این براشون خطرناکه اسپکتر.
این کلا هیروش این شکلیه، یه نفر تنها گیر بیاره، با آقانی بره روش منتا تپ تپ، بعد حتی یه کار بالا میتونی بکنی، مثلا با آقانی بری رو یارو خب منتا کنی برگردی سر جات. سه تا ایلوژن میزنش، یه ایلوژن جات میمونه وقتی این کارو میکنی. گرفتی؟ جالب. میری روش منتا میکنی برمیگردی میکشیش برمیگردی، میری روش برمیگردی، اصلا کیلو اونور ایلوژنات میگیرن، خودت هم لازم نیست بری. خب حالا آیتم بیلدر رو داشتم میگفتم، پاور ترد ماور ترد نمیخری. خب چجوری میری تو لاین؟ 6 تا مانگو میخری، 6 تا مانگو میخری، یه کیوبلت میخری. حالا مثلا با برنچ هرچی بعدن که بازی شروع شد با پول بونتی رو اون تانگو میاری، بعد همینو میری بلید میل. حالا یا یه ماجیک وند میخری، مثلا ماجیک استیک یا ماجیک وند میخری، همینو میری بلید میل. بسم الله الرحمن الرحیم. این چیکار میکنه؟ دو هم نمیگیری، خب یک و سه پر میکنی، یعنی ای بای ریست، یعنی اینجوری میگیری 4 تا 1 4 تا 3. این سه چی کار میکنه؟ وقتی دمیج بهت میدن کریپا دمیجشون به خودشون برمیگرده. بلید میل چی کار میکنه؟ وقتی دمیج میدن دمیجشون به خودشون برمیگرده. تو تنها کاری که لازمه بکنی اینه که بری کمپا شروع کنی گنده ها رو زدن، بقیه خودشون اتک میدن دمیجشون برمیگرده به خودشون. تو 4 لول دیسپرژن داشته باشی فارمت خیلی سریه با بلید میل، اینجوری فارم میکنه. خواستم همینو بپرسم بگم با اسپکتر من فارم کردم، با اسپکتر برام خیلی سخته، بعد الان گفتی دیگه اینجوریه. آره اصلا خیلی خیلی جالب، اسپکتر فارم کردم باش تو هر حالت دیگه زجره، مگر اینکه یا میداس داشته باشی. اصلا دیوانت میکنه دیگه، آیتم اورنج خیلی سخته. ببین تو یا باید میداس داشته باشی یا این چیزی که میگم، که خیلی کم پیش میاد اونقدر لاینت فری باشه که میداس بخری. خب الان من هیرومو بکنم اسپکتر. خیلی خوب بود گفتی، اصلا کلن نتیجه عوض شد. این مانگو الان میخری کیوبلت بلید میل، بلید میل ماجیک وند. اصلا اینو تقریبا تا لول بلید میل چنده قیمتش؟ قیمتش هست 200. تو مثلا نتورت الان 2500ه، مین 2500 مین 6 میاد، 6 7 میاد. خب من نتورت هم بذار ببینم تو همین شدافینده چند بود همینجا از این نگاه کنیم، حدود هلوشی میخوام ببینم این 6 تا چقدر نتورت داری. می نویسه نتورت رو اینجا، اینجا می نویسه مثلا 2K نتورت. آره دیگه تو مین 6 7 داری، 2500 اگه خوب بازی کنی مین 6 5 6 7 داری. تو مین 6 فرض کن اینجوری لول 6 ای، سه تا عینا داری، دو تا عینا داری، حالا یه دونه 6 داری یا نگرفتی مثلا میخوای فارم کنی، هرچی داری مثلا چیز میکنی. لاینت هم تموم شده، یه لول اپ 6 میشی 6 نمیگیری، بقیه تو بازی دهن تو صاف میکنی. نه چیکار بقیه داری بابا، کارتو بکن بگیر، رو اگه فکر میکنی خوبه بگیر. خب ناکن چجوریه؟ تو میری اینجا بلید میل تو روشن میکنی، اینم میزنی، چقدر خوبه. خب از این به اینا میزنی، اینو فارم میکنی، اینو فارم میکنی، ببین خودشون به من اتک میدن میمیرن میبینی. خب اینو میری بالا، حالا حالا اینو میزنی، خب بعد اینو دوباره به سمت این و نگرف یکم بهشون و اونم نگرف ریدم. جانگل ریدینت خیلی بده، ولی میخوام بهت بگم که فارمش چجوری میشه. حالا از تو این خط راه میری که سریع تر برسی به کمپ بعدی، اینجا برید میل تو روشن میکنی. ببین میزنن خودشون دمیج میخورن، فرق کرد خیلی. بعد از این میخوای بری باگ خیلی بزرگی از این میری دوباره مرحله بعدی. حالا حتی تو میتونی چه کار کنی؟ مثلا با این بوت میخری، مثلا این کارو میکنی بوتت میاد، مثال میزنم دو سه تا کپ میزنی یه بوت میاد دیگه،
بعدا بوت تو پاور ترت میکنی. اتک اسپید واسه اسپکتر خیلی مهمه چون بیشتر رزولت میزنه. ناکامن چجوری این شت میزنم؟ یه لول بیشتر داشته باشم، لول 4 باشه. ببین بذار بیاد یه ذره جلوتر. خب ببین من الان به جفت اینا میزنم، به رد میلم روشن میکنم، ببین چجوری دارم این شت میزنم. به همه اینا داره میخوره دیسپرشنم. بعد مانگوار هم استفاده میکنی، بعد دوباره ناکن مانگوار هم استفاده میکنی، دوباره میزنی به همه این استک ها به همش. دوباره میری اینجا برید میلوشن میکنی، ببین برید میلوشن میکنی. حالا یه آیتم جانگل اگه مثلا مثل شاولی چیزی بهت بده که داده اینجوریه آیتمت میاد، بعد پاور تریتو میخری، بعدم میری یه ضرب آقانی یا یاشا آقانی، ولی آقانی بخری دیگه هر کیو بخوای چیز میکنی، اینجوری میتونی بگیری. بعدم تالنت میگیری اسپکترال دگر کولدان، اسپکترال دگر دمیج، چون بیلد تاغانیمه همش اسپکترال دگر، اسپکترال دگر سلو بونس. حالا این اگه خیلی بازی به گاهی بود 300 تا هلت هم میتونی بگیری. بعدم ایلوژن هانت دمیج تموم شد ایزی. نم اسپکتر اصلا ریپلی هم نمیخواد ببینیم چون فکر میکنم اصلا آره از همه کار همه باگا رفت شده اصلا اوکیه دیگه پرابلم نیست. آره ایزی میتونی مثلا اسپکتر اینجوری باش بازی کنی، هر جور دیگه ای مثل این زجر خالصه، مگر اینکه مثلا وارلاک اسپکتر برین تو لاین وارلاک کلن هیل بده بهت، فارم کنی آیتم یک بخری چرا ریتمن میداس بعد پاور ترد، یعنی به جای اون برید میله میداس بخری. ولی باز نمی 6 تا مانگوه با یه قضیه است، تو با 6 تا مانگو یه تانگو تو لاین جلوی تقریبا همه دووم میاری، بعدا هم همه اون 6 تا مانگو تو استفاده میکنی تو فارم. وقتی یکت لول 4 میشه ببین بهتره که مثلا تا اونجایی که میشه استفادهشون حتی نکنی تو لاین، بعدا مثلا برای مثلا اون یک لول 4 تا مانگو تو استفاده کنی. ولی واسه تو لاین اگه میبینی رنج کریپ میزنی، فلک کریپ باش میزنی، بزن مثلا خصاصت به خرج نده بزن. اوکی حالا بسته به این که آیتم جانگل هم چی میگیری خیلی مهمه دیگه، آیتم جانگل اسپکتر هم خیلی مهمه، یعنی یکی از معدود کریاییه که به شدت به آیتم جانگل وابسته است. شاول براش خیلی خوبه، این مثلا آرکین رینگ براش خیلی خوبه، پوزست ماسک براش خیلی خوبه دیگه، اینا خیلی براش خوبه، اصلا این بریسلت براش خیلی خوبه، مانا ریجن که میده. بقیه خیلی نه، بقیه رو خیلی لوس نداره. این مثلا شاول، آرکین رینگ، پوزست ماسک، بریسلت بت بده تقریبا بار تو بستی. اینم باز بد نیست چون خیلی مثل اون چیزه نیست که بتونه. عجیب بود با بلد میل فارم کردن، اصلا نه دیده بودم تو حالا نه اصلا کل نکته نه. این مدوسا آفلین هایی که من همه با همه رو باش بردم بلد میل دیگه، من یک پر نمی کنم که من پلاس میگیرم به جای یک، یه دبل یک میگیرم با پلاس با بلد میل فارم میکنم، این اسپکتر باش بازی. من این بود دیدم برام خیلی جالب با این فارم، این آیتم فارمشه، پشمات میرزه آیتم فارم میشه، واقعا آیتم فارم میشه، اصلا نیاز به هیچ حرکتی نیست. این بلید میله اینجوریه که با بلید میله اینجوریه که با هر اتکی که بهت میدن کریپا، خب 20 تا که آلردی میخورن 20% اتک دمیجشون هم میخورن. این اصلا یارو هر اتکی که بهت بده 20 خورده دمیج میخوره، 3 تا کریپ باشن میشه 60 تا خورده بونس دمیج واسه تو انگار با هر اتک. فهمیدی؟ آره نه آره ریز نکته های ریز دیگه برای اینکه به تو این آیتم بیاریم. خب آقا جان چیز سینا جان موسی جان خوشحال شدم، مرسی خیلی خوب بود، خوشحال شدم بوس بهتون، دیگه برین بازی کنین و اینا رو تست کنین حتما. فعلا چاکرین شب شما. شیشه اسپک گلوبال یوز میشه رو همه و پیداشون میکنه، آقانیمش که یه هیرو رو تارگت میکنه چجوری باید ویژن داشته باشی از طرف. دقیقا فرق شیشه آقانیمش اینه، آقانیمش باید حتما ببینی و حتما باید رویارو کلیک کنی، مثلا بغل یارو بزنی نیست، مثل اون چیزش نیستش که اگه نزدیک ایلوژن بزنی بره رو نزدیک ترین ایلوژن، باید رویارو کلیک کنی. دقیقا